به روز بر شمار زنانی که گرسنه‌اند، زباله‌گردند، کارتون‌خوابند و توانایی سیر کردن شکمشون و به دست آوردن یک لقمه نون رو هم ندارن اضافه میشه. جمهوری اسلامی به شکل روزافزونی به نظام تولید انبوه زباله‌گردان، مطرودان، کارتون‌خوابان، معتادان و هر چیزی که بوی مرگ و نیستی و انهدام میده تبدیل شده. در این شرایط توانمندسازی زنان زحمتکش ناگزیر کانون توجه و سازماندهی کنشگرانی میشه که برای به میدان اومدن اکثریت زنان تلاش میکنن. جزئیات بیشتر در این زمینه از مریم محسنی. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. روز شنبه 17 مهر ماه رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های دولتی عنوان کرد که شمار زنان زباله‌گرد و کارتون خواب افزایش پیدا کرده. موسوی معاون ستاد برنامه ریزی رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به رابطه گسترده فقر در جامعه و بروز این نوع رفتارها و شیوه های زندگی در جامعه مطرح کرد که امروز همونطور که رها شدگی و تنهایی زنان رو در شهرهای بزرگ داریم، شاهد زباله‌گردی زنان هم هستیم. هرچند این موضوع هنوز خیلی فراگیر نشده، اما چندان هم دور از انتظار نیست که در شهرهای کوچیک هم شاهد این پدیده باشیم. یعنی فقر لایه‌های محروم جامعه تا حدی گسترش پیدا کرده که پدیده زنان حاشیه و زباله‌گرد که امروز در شهرهای بزرگ دیده میشه به شهرهای کوچیک هم دامنش داره کشیده میشه. و این فقط اعتراف معاون سازمان بهزیستی نیست، بلکه در ماه‌های گذشته بارها مسئولین مختلف حکومتی از گسترش فقر و فلاکت و وسعت گرفتن دامنه اعتیاد و جرم و آسیب‌های اجتماعی در میان زنان حاشیه‌نشین حرف زدند و اعتراف کردند که روز به روز دامنه آسیب‌های اجتماعی در میون این زنان گسترده‌تر میشه. جمهوری اسلامی از یک طرف در مقیاس میلیونی با سیاست‌های اقتصادیش فقر تولید میکنه و از طرف دیگه با سیاست‌های ضد زن و با بیرون راندن هرچه بیشتر زنان از بازار رسمی کار، زنان رو به طرف اشتغال غیر رسمی سوق میده. ولی بازار غیر رسمی کار برای زنان جاییه که زنان در اون از سرکوب حکومتی نظام مردسالار در امان نیستن. مثلا زنانی که برای گذران زندگیشون به دستفروشی رو میارن و ساعتهای زیادی رو در شرایط نامناسب و سخت سر میکنن، از هجوم ماموران جلوگیری از سد معبر شهرداری در امان نیستن. اینها مجموعاً موجب میشه که زنان هرچه بیشتری به حاشیه‌ها کشیده بشن و باعث میشه که شمار زنان قربانی آسیب‌های اجتماعی روز به روز بیشتر بشه. زنانی که برای گذران زندگی مجبور میشن زباله جمع کنن و در محلات ناامن و در ساعات نامناسب و شبا تو آشغالا بگردن تا چیز دندونگیری برای فروش پیدا کنن، آیا از دایره اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی مسئول میمونن؟ معاون ستاد برنامه‌ریزی رفاه سازمان بهزیستی اعتراف کرده که فقر این زنان تا حدیه که نمیتونن شکم خودشون سیر کنن و گرسنه‌اند و گفته که تغذیه یکی از نیازهای این زنانه و ما نمیتونیم بگیم این افراد بدون غذا میتونن زندگی کنن. در جای جای این مصاحبه معلوم میشه که شمار زنانی که دنبال زباله میگردن و گرسنن و خونهشون تو پارک و خیابونه روز به روز داره اضافه میشه. جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای موزل زنان به خیابون کشیده شده نداره و نه تنها هیچ راه حلی نداره، بلکه با حذف هرچه بیشتر زنان از بازار رسمی کار و سرکوب هرچه بیشتر اشتغال غیر رسمی زنان در کلان شهرها، من جمله از طریق برخورد خصمانه و غیر انسانی با زنان دستفروش باعث میشه که
زنانی که هیچ راهی برای گذران زندگی خودشون ندارن بیشتر به این بخش یعنی به خیابون کشیده بشن. جمهوری اسلامی برای کنترل محله‌ها و مناطق زیست زحمتکشان مخصوصا در حاشیه ها از طریق استقرار بسیج کلی پول خرج میکنه و نیرو اختصاص میده، یعنی به حاشیه ها توجه میکنه، اما برای کنترل سرکوب. اما برای این زنان گرسنه و بیکار دریغ از کوچکترین کمک و حمایتی. واقعیت این که نظام جمهوری اسلامی جز سرکوب، جز بدتر کردن فقر و فلاکت و تهی‌دستی هیچ طرح و برنامه واقعی برای زنان زحمتکش حاشیه‌نشین نداره. حالا حد اکثر کاری که عملا شاهدیم اینه که گاهی طرح‌های نمایشی و تبلیغاتی اعلام میکنن که تقریبا اثری نداره، یا گاهی تک صداهایی میشنویم که لاقیدانه رو گوشه ای از واقعیت‌های تلخ فقر و شکاف طبقاتی سهه میذارن تا از این طریق بودجه بیشتری برای نهاد و دستگاه‌های خودشون بگیرن. اگه جای امیدی باشه اینه که در این میون بخشی از فعالان زنان و کنشگران اجتماعی موضوع زنان زحمتکش حاشیه نشین رو ترک کردن و به موضوع بحث و بررسی تبدیل کردن. اما وضع زنان مناطق حاشیه‌ای زمانی ممکنه به سمت تغییر بره که محرومیت‌های مختلفشون هر کدومشون به کانون توجه و تمرکز کنش‌های سازمانگرانه زنان فعال، آگاه و مستقل هم تبدیل شده باشه. زنانی که این نوع کنشگری به بخشی از زندگی روزمره و دغدغه‌های روزانه‌شون تبدیل شده باشه و پذیرفته باشن که توانمندسازی زنان زحمتکش کانون توجه و سازماندهی باشه و توانمندسازی زنان پایین جامعه دغدغه اصلی زنان فعال و کنشگرانی باشه که اساساً رسیدن به برابری جنسیتی رو از طریق گسترش جنبش توده‌ای زنان و به میدان اومدن اکثریت زنان دنبال می‌کنند.